سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به رخدادهای روز ششم ماه محرم سال 61 هجری که از جمله در این روز جناب حبیب ابن مظاهر از امام طلب اجازه کرد و عرض کرد که آقا قبیله بنی اسد این نزدیکی ها هستند، طایفه از بنی اسد اینجا هستند، اگر اجازه بفرمایید من نزد اونها برم، اونها رو دعوت کنم برای یاری شما، شاید خدا به وسیله این قبیله این شر رو از سر شما دور کنه. امام هم علیه السلام اجازه فرمودن و جناب حبیب ابن مظاهر شبانگاه بیرون اومد و نزد اون طایفه از بنی اسد را برای اونها سخنان بسیار مهمی ایراد کرد و اونها رو دعوت کرد به یاری پسر رسول خدا و اینکه هر کس که میخواد سعادت ابدی نصیب او بشه حرکت کنه و به یاری امام علیه السلام بیاد. شخصی بلند شد و گفت من اولین کسی هستم که این دعوت رو اجابت میکنم، رجز حماسی هم خوند. بعد هم حدود 90 نفر از مردان قبیله بنی اسد اعلام آمادگی کردند بر این که حاضر هستند حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو یاری کنند. نوشتن که یک نفر حالا جاسوس بوده، از عمال عبیدالله بوده، چه بوده، خلاصه این شخص نزد عمر صدر رفت و او رو در جریان کار گذاشت. گفتیم که عبیدالله یک دستور ویژه و شدیدی صادر کرده بود که تمام راه‌ها و مسیرها رو کنترل شدید کنن. جاسوسان بسیاری در مناطق متعدد و مختلف داشت، به وسیله تطمیع و همچنین تهدید، خلاصه به گونه عمل میکرد که کسی نتونه از دستورات او تخطی کنه. حتی یکی از سربازانش رو که برگشته بود از سپاه گردن زد که برای دیگران عبرت بشه. لذا با یه شدت عملی میخواست که دستوراتش رو عمل کنن، به هر نفع خبری میشه زود به او برسونن و هر جابجایی از افراد میشه یا کسانی که میخوان به محضر امام برن و او رو یاری کنن، تمام راههایی که منتهی میشه به سمت اون حضرت اونها محاصره باشه و کسی نتونه به امام علیه السلام کمک کنه. یا حسین آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خط عشق، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین روحی فداک، یا حسین روحی. در این جریان هم باز شخصی عمر صدر رو آگاه کرد که خلاصه افرادی از مردم طایفه بنی اسد اینها قصد یاری آقای امام حسین علیه السلام رو دارن.
عمر سعد هم مردی رو به نام ازرق با 400 سوار مأمور کرد که اینها به سوی اون گروه برن و مانع بشن. در دل شب نوشتن سواران اومدن و در کنار فرات راه رو بر مردان طایفه بنی اسد بستن، در حالی که با امام علیه السلام فاصله چندانی نداشتن. نوشتن طایفه بنی اسد با سواران ابن سعد در آویختن. حبیب بن مظاهر بر اون فرمانده اون سواران بانگ زد که وای بر تو، بگذار دیگری غیر از تو این مظلمه رو به گردن بگیره. یعنی چرا داری مانع میشی؟ بذار این افراد برن و امامشون رو یاری کنن. اما نوشتن طایفه بنی اسد دیدن که قادر به مقاومت نیستن، با اون افراد و سوارکاران که حدود 400 نفر بودند، لذا در سیاهی شب پراکنده شدند و به قبیله خودشون برگشتن و از ترس اینکه مبادا سپاه عمر سعد شبانه بر اونها حمله ور بشه، از همون منطقه خودشون هم کوچ کردند. اما جناب حبیب بن مظاهر خودش آمد نزد امام علیه السلام و جریان رو برای اون حضرت نقل کرد. امام علیه السلام فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله. اینها خلاصه از رویدادهای روز ششم ماه محرم سال 61 هجری بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.